أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه. والحمد لله على عفوه بعد قدرته. والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وسفيك وخيرتك في خلقك حافظ سرك ومبلغ رسالاتك بشير رحمتك ونذير نقمتك سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن متذکر می شوم و سفارش می کنم امیر بیان، لنگر زمین و آسمان، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن مردم هوشیار باشین، تقوا را حفظ کنین و با تقوا خودتان را از هر خطر و ضرر و زیانی حراست و حفاظت کنین. الا فسونوها و تصونوا بها. امید است همه من به این سفارش خداوند انبیا و اولیای الهی توجه کامل داشته باشیم. این هفته موضوعات متعددی است که باید با اونها بپردازیم. به همین جهت بحث خطبه اولمون را که بحث آینده نگری و حزم بود موقتا در این هفته پی نمیگیریم. مسئله اطعام و غذا دادن که یکی از موضوعات مهم اجتماعی است در خطبه اول به این بحث میپردازیم، به دلیل اینکه در آستانه عید بزرگ الهی قرار داریم، عید سعید قدیر خم، عید الله الاکبر، که در خطبه دوم بحث پیرامون وظایفمان به این مناسبت و به احترام این حادثه بی نظیر در طول تاریخ انبیای الهی مخصوصا در تاریخ اسلام مباحث را خواهیم داشت. ولادت حضرت هادی که امروز 15 ماه ذی‌الحجه مصادف است با این ولادت یکی از موضوعات است. مسائل مربوط به وحدت، مسائل مربوط به مسائل ارتباط کشورمان با جهان،
مشکلاتی که به خاطر بعضی از نکات که باید رعایت شود و به دستور کار قرار داده شود نشده است، سراغ مردم آمده، از موضوعات است که در خطبه دوم به اونها اشاره خواهم کرد. اما بحث خطبه اول، یکی از موارد نیکی به مردم که ما وظیفه داریم به مردم نیکی کنیم و خوبی کنیم، در آیات قرآن هم مطرح است، در روایات هم مطرح است و تأکید شده، و در وصف ابرار یعنی خوبان که از نظر آیات عده ابرار هستند، بحث غذا دادن به انسان هاست. همین که انسان گرسنه ای را سیر بکنه، فرد را پذیرایی بکنه ولو نیازمند نباشه، از نظر قرآن این حرکت و این برنامه از بهترین مصادیق نیکیست. خداوند در سوره مبارکه انسان، هل اتا هل الانسان حین من الدر، این مسئله را مطرح کرده. همه تان شنیده این و قطعا بارها خوانده این از و اوصاف حضرت زهرا و امیر المؤمنین علیهم السلام هم محسوب شده. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینها با اینه که به غذا نیاز داشتن، به غذا علاقه داشتن. بعضی وقتا آدم میخواد به کسی کمک بکنه، غذا بده، یه غذای مانده ایه، یه غذایی که بهش احتیاج نداره، حالا برای که اسراف نشه، حیف نشه، خواهی غذا رو میده به بیرون. آیه میفرماید نه، و یطعمون الطعام علی حبه، اینا غذا دادن در حالی که خودشون هم به یه غذا نیاز داشتن، علاقه داشتن، اما برای خدا. علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. فقط خواستم آیه 8 و 9 سوره را به عنوان مطلع صحبتم یاد کنم. بیشتر میخوام روایات بخوانم. و بحث غذا دادن یکی از بهترین ابزار ساختن و آبادی خانه هاست، کشور، شهر. یعنی بخوایم شهرمان آباد بشه، خانمان آباد بشه، محلمان، کشورمان، یکی از بهترین کارها همین غذا دادن است. و برعکس، اگر ما زمینه گرسنگی مردم فراهم بکنیم، فقر مردم فراهم بکنیم، مشکلات مردم فراهم بکنیم، خانمان ویران میشه، شهرمان نابود میشه، کشورمان آسیب میبینه. این سنت الهی است، این برنامه خداست. امام صادق علیه السلام فرمودن از قول جدشان پیامبر رحمت، خیرکم، شما در اذان و اقامه این جمله را چند بار تکرار میکنین، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، تا میرسین حی علی خیر العمل، بشتابین به بهترین عمل. در اقامه هم در فراز قبل از آخر همینه. در آیاتم به ما دستور دادن در کارهای خیر از همدیگه پیشی بگیرین، فاستبق الخیرات، در پرداختن به کارهای خیر مسابقه بگذارین، با سرعت شروع کنین و به هدف برسین. امام صادق از قول پیغمبر فرمودن خیرکم من اطعم الطعام، بهترین شما کسی است که اطعام کند، غذا بده. و افش السلام، به کسی میرسه زود سلام بکنه، سلامش آشکار بکنه، به گوش دیگران برسانه. این سلام کردن دل تسخیر میکنه، قلب تسخیر میکنه، طرف متوجه انسان میکنه،
دلداده انسان میکنه. و در آخرین فراز فرمودن در حالی که مردمان خوابن این انسان نماز بخونه. و صلا و الناس و نیام. پس بهترین کارها سه چیزه، در رأسش غذا دادن به دیگران است، اطعام و طعام. باز پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن اگر میخواهی آمرزیده شوی، یکی از موجبات آمرزش و مغفرت انسان این است که انسان به دیگرا غذا بخوراند. من موجبات مغفرت رب اطعام و طعام. ما دو حال داریم، گاهی یک فقیری را غذا میدیم، خب این وظیفه است، نیازمندی، گرسنه‌ای، گاهی نه، یک آدمی که خودش خانه‌ای داره، زندگی داره، پولی داره، وسائل داره، درآمد داره، او را غذا میدیم. هر کدامش جایگاه خودش داره. خوراندن غذا به فقیر و نیازمند یک بحث است، غذا دادن به انسان که دارای ثروت و امکانات است این بحث دیگری داره. به تعبیر معروف اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. اینه که ما فقیر غذا بدیم دلیل بر این نیست که غنی را غذا ندیم. او یک شکل، اون یک طرز کار است، این شکل دیگری و طرز دیگری است. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس با اطعام خود مؤمن را سیر کند. این جمله شنیدنی است. من اطعم مؤمنا حتی یشبعه. اگر کسی مؤمن را از غذا شکمش سیر بکند، لم یدر احد من خلق الله ما له من الاجر، هیچ مخلوقی از مخلوقات خداوند، حتی فرشته مقرب الهی، حتی پیامبران مرسل نمیفهمن این انسان چقدر اجر نصیبش شده. اگر گرسنه‌ای رو بخوایم سیر بکنیم این ثوابش همین است که عرض کردم. اگر تعبیر معصوم نبود هضمش سخت بود. فرمود که لم یدر احد من خلق الله ما له من الاجر، چنان ثواب دارد که پاداش او را نه فرشته مقرب الهی و نه پیامبر مرسل میفهمد. این مال کسیه که فقیر را غذا بده. اما گاهی میخوایم یک دوستی، رفیقی، مسلمانی که خودش هم روزگار داره، امکانات داره، او را غذا بدیم به یک مناسبتی، حالا گاهی بدون جهت، گاهی به یک مناسبتی مثل مثلا عید، ولادت، وفات، شهادت، مجلسی که اونها باز یک برکات دیگری داره. حضرت فرمود کسی که مؤمن توانگری را، توانگر یعنی کسی که قدرت بر زندگی برای خودش داره، غذا دهد، پاداشش مانند آن است که بردهی اسیری از فرزندان حضرت اسماعیل را که خداوند او را از قربانی نجات داد. شنیده این ایام حج است، روزهای پایان حج، حاجی ها دارن بر میگردن، حضرت اسماعیل به قربانگاه برده شد، کارد به گلویش گذاشته شد، عوضش خداوند قوچی را فرستاد، حضرت خلیل قربانی کرد. پیامبر فرمود اگر کسی توانگری را غذا بدهد، مثل آن است که یکی از فرزندان حضرت اسماعیل که اسیر و بنده است و برده است او را آزاد کرده. این ثواب غذا دادن است. متاسفانه این رویه در کشور کم رواج داره. ما باید فرهنگسازی کنیم به هر مناسبتی. اگر کسی سیر بخوابه و گرسنه کنارش، در همسایگیش، در شهرش،
در منطقه و محلی که این انسان اطلاع داره شب را به سحر برساند، پیامبر فرمودن من بات شبعان، کسی که سیر بخوابه، و به حضرته مؤمنون جایع، و در کنار او اطلاع داره در منطقه ای که ای هست یک انسان مؤمن گرسنه است. خدا می فرماید فرشتگانم، قال الله عز وجل ملائکتی، فرشتگانم اشهدکم علی هذا العبد، شما بر این بنده من شاهد باشین، اننی امرتو، من به این دستور دادم، فعصانی، اما معصیت کرد، و اطاع غیری، حرف غیر مرا گوش داد، و کلته الی عمله، من ایره به خودش واگذار میکنم. تو که میتوانستی گرسنه ای را سیر بکنی ولو یک نفر، نکردی. خدا میفرماید ایره به عمل خودش رها میکنم. میدونین اگر خدا ما را به خودمان واگذار بکنه چی میشیم؟ الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یک چشم به هم زدن ما را به خودمان واگذار مکن. این نتیجه ای کار کسی که نمی کنه. می ترسم خطبه اول طولانی بشه، اما یک حدیث را از امام رضا علیه السلام انتخاب کردم، دیشبم در یک جلسه خوندم، اینجا ترجمه کنم و انشالله خطبه اول تمام بشه. روز عید سعید قدیر خم که روز دوشنبه هفته پیشی رو است، فردا 16 ماه، یک شنبه 17 و دوشنبه 18 ماه، عید سعید قدیر خم است. غذا دادن در روز عید سعید قدیر خم بی نظیر است. در کتاب اقبال الاعمال از امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و السنا روایت نقل شده، عربیش بخوانم طولانی میشه. حضرت رضا فرمودن کسی که در روز عید سعید قدیر یک مؤمن را غذا بدهد، یک مؤمن مثل آن است که همه انبیا را غذا داده. شما یک نفر پیدا کنین که مدعی بشه بگه من یک پیغمبر را مهمان کردم. امام رضا فرمود من اطعم فیه مؤمنا کمن اطعم جمیع الانبیاء و صدیقین، مثل آن است که همه پیغمبرها و صدیقین مهمان کرده. این مال کسی که غذا میده. حالا بعضی آدم ها ممکنه نتونن غذا بدن. حضرت فرمود اگر در روز عید سعید قدیر خم به دیدن مؤمنی برود، خبرگیر. حضرت رضا فرمودن خداوند 70,000 نور در قبر این انسانی که در روز عید سعید قدیر به زیارت مؤمن رفته داخل می کند. روز 70,000 ملک به دیدنش می آید. همه اینها این آدم را بشارت می دهد به رفتن به بهشت. پیشا پیش این عید سعید را که در آستانش قرار داریم گرامی می داریم. من در خطبه دوم در رابطه با قدیر صحبت میکنم، چون بحث اطعام مطرح شد، حدیثی را درباره اطعام در عید سعید قدیر عرض کردم تا انشالله هممون بهره ببریم. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، یاداوری کن که یاداوری به نفع مؤمنان است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه که در سوره مبارکه جمعه به ذکر خدا معرفی شده، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، حضور در نماز جمعه یعنی شرکت در ذکر خدا، اونم ذکر ویژه که حج فقرا معرفی شده، برکاتی دارد از جمله آگاهی و بصیرت و بینایی جامعه. مطالب را که لازم و مفید است باید در فضای این ذکر الهی با مردم گفتگوش شود و مطرح شود و در واقع به اشتراک گذاشته شود. مسئله اول، به حمد الله و المنه شاهد بعضی از بیداری ها در جهان اسلام هستیم. ایام حج است، معمولا بعد از مراسم حج یعنی بیتوته در منا و طواف حج واجب، حاجیان بر می گردن به سمت خانه هاشان. بخشی از حجاج می روند مدینه منوره، حالا تعداد اندکی قبل از حج به مدینه می روند، منتها نوعاً حاجیان بعد از پایان حج می روند مدینه. دارالافتای کشور مصر که خب مراکز دینی و علمی با قدامت و معتبری در این کشور هست، یک بخشی تحت عنوان دارالفتوا داره، دارالفتوای مصر. سوال شد که زیارت قبور اهل بیت بزرگوار پیامبر علیه الصلاه و السلام، مثل زیارت حضرت مجتبی علیه الصلاه و السلام در مدینه که در قبرستان بقیع دفن است، مثل حضرت سجاد، حضرت صادق، حضرت باقر علیه الصلاه و السلام، همسران پیامبر، سوال اینه حجاج بیت الله الحرام مبنی بر حکم زیارت قبرستان بقیع بعد از ادای حج چه حکمی دارد؟ این سوال. خدا در قرآن می‌فرماید فسأل اهل الذکر، از آگاهان بپرسید. در جواب دارالفتوای مصر تأکید کرد فقها اجماع دارند که زیارت قبور اهل بیت بزرگوار علیهم السلام بعد از ادای مناسک حج مستحب است. الحمدلله امسال ما شاهد این سهولت بودیم که حجاج هم در ایام قبل از حج که به مدینه مشرف بودن و کسانی که این روزها به مدینه مشرف می شوند به راحتی بدون مزاحمت قبور ائمه را زیارت می کنند. بعد برای این که وظیفه است در نماز جمعه مطرح کنم، دارالفتوا به سخن ابن مودود موسیلی حنفی، خب مذهب حنفی که از مذاهب مورد احترام و قبول مسلمین است، به زعامت و
رهبری جناب ابو حنیفه رحمت الله علیه، ایشان یعنی دارالفتوا استناد کرد به سخن ابن مودید موسیلی حنفی که میگوید مستحب است حاجی بعد از زیارت حرم نبی اکرم به قبرستان بقیع برود و قبور حضرت حمزه، حمزه سید الشهدا، امام حسن ابن علی، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق علیهم السلام و قبر ابراهیم فرزند پیامبر را زیارت کند. متاسفانه سالها بود که وهابی ها برای حجاج مزاحمت می کردن. من سالها در سفر حج شاهد این شکنجه روحی بودم. هم خدا را بر این لطفش سپاسگزاری می کنیم و از همه علما و نخبگان و مسئولینی که این برنامه را مدیریت کردن، به سهم خودمان تشکر میکنیم. دارالفتوای مصر افزود زیارت قبور بقیع بعد از ادای مناسک حج، بعد از ادای مناسک حج جایز است، چرا که زیارت بقیع بر امور دیگر فضیلت دارد و با ایام پربرکت حج همزمان شده است. این خبر را خواستم به شما نمازگزاران برسانم تا هم خوشحال باشین و هم بدانین خدا قول داده کان حقا علینا نصر المؤمنین، یاری مؤمنان بر خدا واجب است و حق همیشه به غلبه خواهد رسید. مسئله دوم، ما شاهد الحمدلله امنیت خوب و مناسب در کشور هستیم. بخشی از مشکل جامعه ما مشکل امنیت بود، به لطف خداوند مسائل امنیتی در حد زیادی حل شده. همین هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، من روز دوشنبه به جهت دید و بازدید از مناطق زلزله زده شده در ولایت پکتیکا و خوست با هیئتی که از طرف مؤسسه خدماتی فرهنگی اجتماعی منجی موعود که از جانب حضرت آیت الله سیستانی این مؤسسه حمایت می شود، به دیدن زلزله زده ها رفتم. شاید ساعت ها با وسیله نقلیه از کابل تا خست و پکتیکا و ارگون و شرن و خلعت خدمت هم شما عرض بشه که ولسوالی که گیان که مرکز زلزله بود، اونجا شب و روز مسافرت کردم، شاهد امنیت کامل بودم و صدها خانوار الحمدلله امکانات داده شد و با اون دوستانمان که واقعا صحنه‌های سختی را مشاهده کردیم، خانه‌های خراب شده و فرزندانشان با مشکلات بی آبی بی بی داشتی مواجه بودن، پیام حضرت آیت الله سیستانی و نیت خیرشان رساندیم. اونها هم خیلی احساس شادمانی کردن، گفتن غصه ما تمام شد. مسائل امنیتی را الحمدلله شب و روز که آدم در کشور مسافرت میکنه شاهدش هست. امیدوارم که با حمایت مردم، با رابطه بهتر و بیشتری که بین مسئولین امارت و مردم به وجود آمده و تحکیم شود، این مسئله بهتر مدیریت شود. اما مشکل مسائل کار و مسائل اقتصادی یک مشکل جدی است، با تعارف هم مشکلات حل نمیشه. باید این بنبست شکسته شود، باید این طلسم از بین برود. زمینه کار، زمینه ارتباط، زمینه صادرات و واردات باید فراهم شود. هر چیزی قابل حل است با مدیریت، با تعامل، با عقلانیت. و همین دلیل است که باید این مسیر را ما شروع کنیم و افغانستان را از ذهنها و از یادها به فراموشی نسپاریم. باید به گونه‌ای
مدیریت شود کشور که جهان به افغانستان توجه کنه. زلزله ای به وجود آمد، خب جهان متوجه اون نقطه شد. من اونجا رفتم شاهد توجه خیلی از مؤسسات بودم. حالا هم باید مسائل آموزش زنان، دختران، مسائل توجه به حقوق و در واقع مطالبات مردم طوری باید برنامه ریزی شود که دنیا به این حقیقت توجه کند. خبر خوشی را به شما عزیزان مطرح کنم، البته هنوز اجرا نشده و در آستانه اجرا است. وزارت خارجه ازبکستان گفته تاشکند به زودی میزبان یک نشست جهانی با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور و نهاد جهانی درباره افغانستان خواهد بود. اینه که 20 کشور و نهاد جهانی باز هم سر قضیه افغانستان نشست بکنن یک خبر خوشیست. در این خبرنامه آمده است هدف اصلی نشست این است که تا راه و روشی برای جامعه جهانی برای ثبات، امنیت، بازسازی افغانستان پس از جنگ و یک جاسازی آن در همکاری های منطقه‌ای به سود مردم و چند قومی به وجود بیاید. من همیشه حرفم این بوده افغانستان دیگه برای جنگ زمینه نداره. ما باید شعارمان این باشه که بر جنگ پیروز شویم. جنگی باید در کشور نباشه، نه در جنگ پیروز شویم که یک گروه بگه ما پیروز جنگیم. نه، باید بر اصل جنگ پیروز شویم. جنگ باید از کشور بیرون شود. ما با هم باید کنار بیاییم، همه در این کشور سهم دارن. مسائل قومی را کنار بگذاریم، مسائل خونی را کنار بگذاریم، مسائل منطقه‌ای را کنار بگذاریم. من جنوب رفتم دیدم خیلی محرومیت است. اینا همش دسیسه است که یک کسی میگه من حق قوم خودم میگیرم. کجای قرآن اینطوری حرف به ما یاد داده؟ قرآن میفرماید شما را ما از خلاصه نسل های مختلف خلق کردیم. انا خلقناکم من ذکر و انثا، از زن و مرد خلق کردیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شما را قبیله قبیله قرار دادیم که همدیگه را بشناسیم. بالاترین شما با تقواترین شماست. نگفته فلان قوم برتره. اونایی که به نام قوم مردم فریب میدن اینا به خاطر این است که یک گروهی، یک جمعی همیشه آقایی کنن. ما امیدواریم که این تحولات زمینه باز شدن فضا و کار و امنیت و درآمد را در کشور فراهم بکنه. سرک‌ها به شدت آسیب دیده. من وقتی از کابل مجبور شدم زمینی بیایم، واقعا البته همه مسیر زمینی رفتم، از کابل تا غزنی و خوست و پکتیکا و آخرین نقطه گیان، اما وقتی برمیگشتم به خاطر روز جمعه مجبور شدم پرواز گیرم نیامد زمینی آمدم. جاده ای که ما داریم استفاده میکنیم واقعا مشکله. نمیشه گفت جاده شوسته و پخته است. باید کشور مورد توجه قرار بگیره، پروژه های ناقص تکمیل میشه، روابط و در واقع تعاون و تواصل بین کشور و همسایه ها و دنیا مدیریت شود و آغاز شود. و باید ما مسیری را انتخاب بکنیم که توجه دنیا را جلب بکنیم. زیاد فرصت نیست، مسئله کوتاهی را درباره حضرت عادی و ولادت اون حضرت عرض بکنم و مجددا اشاره کنم به مراسم غدیر که انشاءالله هممون آماده میشیم برای تجلیل از غدیر که سال هاست ما از این نعمت اونگونه ای که باید استفاده کنیم و بهره ببریم نبردیم. امروز 15 ماه است، مصادف است با ولادت دهمین امام حضرت هادی علیه السلام، پسر حضرت
جواد الائمه و پدر حضرت عسکری علیهم السلام، امامی که خداوند در حدیث لو فرمود سرانجام کار پسر امام جواد را با سعادت قرین کنم، اختمو به سعادت لبنهی علی ولی و ناصری و شاهد فی خلقی و امین علا وحی. این عبارت سخن خداست درباره حضرت هادی. فرمود که همون علی را که دوست، خدا می فرماید دوست و یاور من و گواه در میان مخلوق من و امین وحی من است. چهار جمله ای که هر یکیش برای معرفت حضرت کافی است. این بزرگوار در 8 سالگی به امامت رسید، 31 سال 32 سال بعد از شهادت حضرت جواد، شنیده این که در جوانی به شهادت رسید، دوران امامت این بزرگوار بود که تاریخ ارزشمند این امام لازم است مطرح شود و بازخوانی شود و برای نسلها یاد داده شود. یکی از بهترین راه های این بزرگوار در تربیت انسانها خواندن دعا بود. دعاهای زیادی از حضرت نقل شده. یکی از دعاهایی که حضرت زیاد می‌خوندن و من هر وقت مشرف شدم سامر را این دعا را بعد از نماز شنیدم که در حرم اون بزرگوار خوانده می‌شد. حضرت فرمود من بسیاری از اوقات خدا را با این دعا می‌خوانم و از درگاه خداوند خواستم. حضرت فرمود از خدا خواستم که هر کس در کنار قبرم این دعا را بخواند خداوند او را ناامید نکند. من زیاد شنیدم کنار حرم حضرت و این دعا را خوندم. حالا فقط از باب این که خدا همه شما را به زیارت امیر المؤمنین سید الشهدا و همه معصومین مخصوصا سامر را کنار مسجع و بارگاه امام هادی و امام عسکری علیه مسلات و سلام دعوت کنه، این فراز می خوانم. یا عدتی عند العدد، ای یاور من انگام یاری ها، یا عدتی عند العدد و یا رجایی و المعتمد، ای امید من، ای تکیه گاه من، یا کهفی و سند، ای پناه من، و یا واحد و یا احد، اونی که در سوره مبارکه توحید آمده، و یا قل هو الله احد، اسألک به حق من خلقته من خلقک، خدایا به حق کسانی از مخلوقاتت که خلق کردی، ولم تجعل فی خلقک مثلهم احدا، مثل اینها هم در بین مخلوقاتت خلق نکردی، یعنی اهل بیت علیهم السلام، سل علی جماعتهم، به همشان ائمه معصومین درود بفرست، وافعل بی ما. این چیزایی که نیاز دارم به من عنایت کن. بهترین وسیله تربیت در برنامه‌های حضرت مسئله خدمت شما البته دعاست، البته تربیت شاگردان، مبارزات و مناظرات علمی حضرت همه قابل ستایش است. اما بحث عید سعید غدیر خم، خب استثنایی ترین حرکت رسول الله، آخرای ماه ذی‌القعده، امروز 15 ماه ذی‌الحجه است، ماه گذشته سال 10 هجری پیغمبر حرکت کرد از مدینه، رفت مکه زیارت کرد، 120 هزار حاجی همراه پیغمبر بود، حضرت زهرا هم برد، همسرانش هم برد، همه را بردن، پیامبر همه را در مراسم حج برنامه ریزی کردن حضور داشته باشن. شنیده این؟ یا شاید براتن اتفاق افتاده، گاهی یک آدم بزرگ در یک زیارتی، در یک سفری وقتی رفتنی میشه اگر اطلاع رسانی بکنه خیلی ها با او همراه میشن. پیامبر
در اون حج آخر که معروف شد به حجۃ الوداع و در سال دهم هجری هم اتفاق افتاد، همه را در این مراسم برنامه ریزی کرد حضور داشته باشد. از جمله عرض میکنم که در این مراسم حضرت زهرا سلام الله علیها حضور داشت، همسرای پیامبر از اصحاب خیلی ها بودند. مراسم حج تمام شد، مثل پس فردا پیغمبر یه سخنرانی کرد در جعفه، در منا. خدمت شما عرض شد که در جاهای مختلف حضرت سخنرانی کرد، از جمله در کراء الغمیم باز سخنرانی کرد. این سخنرانی ها اینطوری بود که جبرئیل می آمد به پیغمبر می گفت یا رسول الله، در این مراسم علی علیه السلام را به عنوان جانشینت معرفی بکن. پیغمبرم برای سخت بود، خب شرایط نگاه می کرد. 120,000 نفر حضرت زهرا ام هانی خواهر حضرت علی، فاطمه بنت حمزه ام سلمه همسر پیامبر، حضرت عایشه، حفصه، همه اینا بودن. جبرئیل مکرر می آمد به پیغمبر می فرمود که خب این کار را بکن. پیغمبرم می فرمود که سخته، تا اینی که جبرئیل آیه نازل کرد فلعلک تارک بعض ما یوها الیک و زائق به صدرک، شاید تو ترک کنی بعضی از اموری را که به تو وحی می شود و سینه تو به خاطر آن گرفته باشد. پیغمبر فرمود که یا رسول الله، خدا تو را از شر مردم حفظ میکنه، این کار انجام بده. لذا روز 18 ماه که روز دوشنبه آینده میشه، پیغمبر رسیدن به اون نقطه‌ای که همه تان شنیدین، یک برکه ای بود، یک محل جمع آب که معروفه به خم قدیر. خب 120,000 نفر، بعضی ها 140,000 هم نوشتن، حالا من اونه که با اسناد میگم 120,000 نفر در بیابان مسئله استثنایی است. پیغمبر دستور داد همه را جمع کردن. سه شبانه روز در بیابان موندن، اتراق کردن. سه شبانه روز چقدر قضیه مهم است. حاجی که نزدیک یک ماه است، حضرت پنج روز مانده به پایان ذوالقعده رفته بود، حالا 18 ذوالحجه، تقریبا 23 روز حاجی ها مسافرن. حالا دیگه از این جا مسیرهای حرکت جدا میشه. همه را پیغمبر جمع کرد، نماز خونده شد، از تنه درخت های کهنه و از جهاز شتران منبر درست شد. من وظیفه میدانم این خطبه را همه دوستا بخوانم. الان همه جا پیدا میشه، هم از اینترنت میتونین بگیرین هم از کتاب ها. خطبه پیغمبر در غدیر 11 فراز داره، 11 بخش است، همه بخشاش بخوانین. باور کنین به درد دنیاتان میخوره، به درد آخرتان میخوره. یک فرازش مخصوص آقا امام زمان است. اللهم صل. من فرازها را نمیتوانم بخوانم، همه قد براتان بگم. پیغمبر وقتی این خطبه را خوان، دست های امیرالمومنین، دست حضرت علی و دست پیامبر بالای منبر به همه مردم نشان داده شد. جمعیت به اندازه ای بود که خب 120,000 نفر چقدر طول میکشه با پیغمبر دست بده. شما دقت کنید، من برای این میگم این خطبه خوانده نشده. من همینجا دارم میگم بر همه مسلمان ها واجبه این خطبه را بخوانن. ضرر میکنن هر که نخوانن. هر امامی، هر خطیبی، هر خلاصه دانشمندی که این خطبه را نخوانه ضرر کرده. متن خطبه یک بار خوانده بشه خیلی نورانیت میاره. پیغمبر در جملات
پایانی این خطبه فرمود معاشر الناس انکم اکثر من ان تصافقونی به کف واحد فی وقت واحد. مردم شما زیادین، نمیشه همتان بیاین با ما در یک وقت دست بدین. 120 هزار نفر چطوری دست بدن؟ بعد دست دادن مهم نیست، دل دادن مهمه، اقرار مهمه. حضرت فرمود و قد امرنی الله عز و جل، خدا به من امر کرده ان آخذ من السنتکم الاقرار بما عقدت لعلی امیر المؤمنین. فرمود که شما اقرار کنین، به زبانتان جاری کنین اون مطالب را که من درباره علی گفتم. ولی من جاء بعده من الائمه منی و من، نه تنها علی، فرزندان علی، امامان از فرزندان علی و فرزندان من تا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. ما اعلمتكم ان ذريتي من صلبه. در لابلای خطبه حضرت بیان کرد، فرمود من با شما فهماندم که ذریه من، فرزندان من از صلب علی است، یعنی از رحم حضرت زهرا فرزندان علی، فرزندان پیامبر است. خطبه خیلی زیباست. انشالله روز دوشنبه پیشنهادمون اینه که در مناطق مجلس‌های سنگین برگزار بشه. بعضی جاها میطلب آدم حرکت‌ها را بهتر مدیریت بکنن. مسائل امنیتی، مسائل نظم و دیسپلین برنامه ریزی بشه و خطبای عزیز فرازهای از این خطبه را بخوانن تا جانمان و روحمان روشنتر شود. پیامبر فرمود رأس امر به معروف این است که سخن مرا درباره قدیر تا آخر بفهمیم. 11 فراز باید همش خوان، با جانتان بپذیرین و به دیگرا برسانیم. انشالله همه من شاهد این برنامه باشیم. انشاءالله به شما اطلاع خواهم داد که در همین مکان به همین مناسبت مجلسی است، اما با یک مکان نمی شود. برنامه ای که در سال دهم هجری در بیابان در آفتاب سوزان 3 شبانه روز پیغمبر توقف کرده، 120 هزار مسافر از مکه برگشته را اونجا مدیریت کرد، می طلبد. امروز که ما امکانات داریم صدها هزار مجلس به یمنش برگزار کنیم. عید الله الاکبر، عید بزرگ خداست، برنامه های زیادی دارد. صله رحم، پوشیدن لباس نو، خواندن عقد اخوت. امروز روز بسیار با برکتی است که امام صادق علیه السلام فرمود مناسب است و شایسته است این روز را روز اطعام و طعام نامگذاری کنیم. این روز روزی است که خداوند متعال حضرت ابراهیم را از آتش نجات داد، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. این روز روزی است که توبه آدم فتلقا من ربه کلمات فتاب علی پذیرفته شد. روزی است که خداوند حضرت موسی را بر ساحران غلبه داد. روزی است که حضرت عیسی شمعون الصفا را به عنوان جانشین خود معرفی کرد. روزی است که حضرت سلیمان رعیت خود را بر جانشینی آصف ابن برخیا آگاه کرد و قال الذي عنده علما من الكتاب انا اعطيك قبل ان يرتد اليك طرفك. قبل از اون که چشمت به هم بزند من تخت بلقیس می آورم. روز عقد اخوت بستن است بین پیامبر و
و اصحاب پیامبر که همه با هم دیگه عقد اخوت بستن، پیامبر با امیرالمومنین، و روز بزرگی که پیامبر جانشین خودش را معرفی کرد، پیشاپیش این عید بزرگ را بر همه موحدان و مسلمین ارادتمندان به آستان قرآن و پیامبر، شما مهمانان حضرت حق، تبریک عرض میکنم. خداوند همه ما را بر استفاده هرچه بهتر از این روز با عظمت و برکاتش موفق بدارد، امنیت کشور ما را پایدار و کامل بگرداند، گذشتگان و حقدارانمان غریق دریای رحمت بیکرانش بگرداند، و توفیقات خدمتگزاران و اهل خیر مراجع عظام تقلید بیش از پیش عنایت بفرماید، ما را اهل خیر قرار بدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.